سلام دوستای عزیزم، به کانال 88 Cars خوش اومدید. امروز که برنامه دارم که قبلا که همیشه با تون صحبت نمی کردم زیاد، بیشتر در مورد ماشین و چیزهای دیگه بود، ولی امروز قصد دارم که یه ذره در مورد پرینتر با تون صحبت کنم که چجوری کار میکنه، چجوری پروسش انجام میشه، چجوری میتونید ستاپش کنین، وایر رو وصل کنین، برنامهش رو بدین، با چه نرم افزارهایی کار میکنه که بتونیم در انتها مثلا یه پروژه مثل این که مثلا من توی بخش مختلف حالا انجامش دادم و حالا برای هر ایده‌ای دارین، هر طرحی دارین رو بتونیم مثلا رو این با پرینتر پیاده کنیم. حالا به این مرحله میرسیم، بعد یه توضیحات کلی بهتون در مورد پرینتر میدم، حالا بحث هزینه‌هاش، قیمت‌هاش و اینکه مثلا میشه تو آینده حالا یه بیزینسی باش راه انداخت یا نه، حالا مثلا خیلی مسائل دیگه حالا سعی میکنم باهاتون صحبت کنم که یه ذره فقط جهت یادگیری باشه و هم بتونم یه ذره تجربه هم بهتون منتقل کنم. حالا بکنم من نزدیک یک سال شد که با پرینتر دارم کار میکنم و توی مدتم خیلی چالش های باحالی داشتیم. بعد خیلی نکته مهمه دیگه، مثلا خب یه سری با پرینتر میتونیم مثلا یه سری پروژه بزنیم، مثلا نمیدونم این ماشین چیزای کانسپت طرحا ایده‌ای داری و خیلی استفاده های دیگه. مثلا اینجا من یه دونه پایه درست کردم که هر وقت مثلا انبرده است یا چیز دیگه میخوام بذارم، یه چیز ساده درست کردم ولی کارم داره راه میندازه و این روزمره هم تو زندگیتون میتونید استفاده کنید. اینم خیلی نکات خیلی باحال پرینتر هستش. بعد بذارم از پرینتر شروع کنیم که معمولا اینا FTM هستن که یه تکنولوژی خیلی جدیدی هم نیست، قدیمیه، ولی خب برای کسی که مثلا توی خونه میخواد کار کنه یا مثلا یه پروژه هایی که مثلا درد تمرینی باشه یا خونه باید کار کنه یا برای بحث های دانشجویی اینا میتونه استفاده کنه که بحث حالا مانیتورش هست، محور های XYZش هستش، بعد اون قسمت سرش و سنسوراش و بعد خود سیستم وایرش و سیمش، بعد معمولا یه مادربورد هم این زیر دارن که اطلاعات رو تحلیل میکنه. اینجا هم قسمت فلش خورش هست، حالا یه مموری کارت خیلی کوچیک داره که اونو باید وصل کنیم. بعد اطلاعات بعدیش اینه که نوع نازلاش فرق میکنه، سایزی که نازلش داره، مثلا 14 داره میرم تو بالا، یه ذره مثلا با قطر خروجی بزرگتر یا کوچکتری میتونید تنظیم کنید. اون بر اساس کیفیتی که میخواین اینا کلا قابل تغییر هست. نوع سیمی که استفاده میکنید اینم کاملا میتونید عوض کنید. مثلا اینجا من میبینید که یه سیمی استفاده کردم که مثلا مسارت رنگ و رنگ مثلا که مثلا تیکای رنگی شروع میشه، بعد زمانی که شما قطعتون رو پرینت میکنید رنگای مختلف شما نمونه هاش هست اینجا، میتونم بهتون نشون بدم. جعبه پروژه هم براتون بیارم بکنم داخل یه چیزایی باشه که بتونم بهتون نشون بدم. این مثلا یکی از بدنه ها هستش که اینجا هست، بعد مثلا اینو میتونیم نها کنیم، مثلا رنگ های مختلف درست شده. اینا همه تک رنگ هم. ولی خب مثلا یه سری پروژه های دیگه هم هست که مثلا میتونید، این هم مثلا چیزی که از همین استفاده کردم، مثلا رنگ های مختلف داره، بعد دیگه هر چیزی که تو ذهنتون برسه، هر ایده ای، هر طرحی داشته باشید میتونید اجرا کنید. مثل این حالا این هم مثلا یه چیز چند رنگی هست که حالا مثلا از لوح مختلف داره. اینا کلا هر خلاقیتی، هر ایده ای داشته باشید میتونید با اینا پیاده کنید. این سری طرحی که مثلا من زدم زمانی که وقت داشتم، این از نوع رنگاش که معمولا سایز بندی هم داره، زمانی که فن سفارش بدین حالا از هر طریقی که براتون بیاد، که من فعلا هم یه دونه رنگش برامون، رنگای دیگه رو دیگه چون که این پروژه مختلف زدم ازش استفاده کردم و تموم شد. دیگه مثلا چرخ این فراریه هست که زده بودم. پس این از سیمش شد که باید بر اساس نوع سر دستگاهتون، سایزی که
مورد نیازش هست تو دفترش هست سفارش بدین تهیه کنید. بعد میاد میزش، قسمت میزش هم خیلی مهمه. الان نمیدونم میتونی میز منو نگاه کنی، یعنی خیلی میز من یه ذره خیلی تمیز نیستش، چون که زیرش یه هیتر حرارتی داره که باید یه مقدار گرم بشه که این قطعه‌ای که شما دارین میزنین روی این میزه بچسبه. یعنی زمانی که حالا من الان یه مقدار راه حل دیگه استفاده میکنم، چون که این سرش زمانی که خراب شد من به شرکتش ایمیل زدم گفتم که مثلا دست و کار نمیکنه و اونا پیشنهاد کردن که از چسب مادیکی استفاده کنیم که مثلا بتونیم قطعه به میز بچسبه، که اینم یه راه حل اینا به من دادن که حالا. ولی خب تنها بعدش اینه که میز دیگه تمیز نمیمونه، یعنی مثلا شما اینجا چون که چسب میزنیم به حال یه مقدار چسب توی قطعه میمونه، یه مقدار دیگه شم روی خود صفحه میمونه. بعد نگهداری تو صفحه تو خیلی باید مهمه، خیلی باید مراقب باشین. بعد نکته بعدی این ریلایی که هستش اینجا، اینا رو باید هر مدت یه بار یه مقدار روغن کاریش کنیم که یه ذره مثلا لازه کاری بهتر عمل کنه. بعد دیگه زمانی که روی میزی میخواییم استفاده کنیم حتما باید میزتون تراز باشه، چون که خیلی برای دستگاه برای دقتش خیلی مهمه که روی میز تراز باشه. معمولا هر چند وقت بار کابلا رو چک کنین که کابلا خیلی مثلا باید خوب عمل کنه. این ها چیزایی که باید مدت یه بار باید سرویسش کنین و معمولا میزتون هم باید ثابت باشه، سعی کنید میزتون به دیوار مثلا ثابت باشه که بتونین به حال لرزش رو اینا رو نداشته باشه. این اطلاعات کلی از فیلتر سبودی هست که حالا میگم اینم FTM، خیلی تکنولوژی پیچیده نداره، راحت میتونید استفاده کنید، ستاپش کنید، تحلیلی که دارین رو وارد کنید از طریق اون مموری کارتی که داره. روش های مختلفی داره که برای اینکه میتونید مثلا برنامه‌تون رو به دستگاه بدین. حالا من اینجا یه دونه بعداً حالا در مورد این دستگاه هم بیشتر باید صحبت میکنم. شما حالا هستید تایم لپس های، حالا سعی میکنم تو این ویدیو یه قسمت یه سری تایم لپس های مثلا دیدین که با یه سرعت خیلی زیاد قطعه مثلا پروسه ای که بالا اومدنش رو مثلا نشون میده، که باید برای این چه این دستگاهی رو تهیه کنید. مینچن حالا این من حدودش 70 یورو این بوده خریدم. این از طریق کارت به دستگاه وصل میشه، دیگه نیاز نیست که مموری داشته باشین. از طریق گوشی میتونید کنترل کنید مثلا فیلترتون تو چه مرحله ای هست، حتی میتونید قطعش کنید حالا حتی زمانی که مثلا بیرون هم میخواییم برین. و این هم دستگاه خیلی کاربردیه، خیلی ویدیوهای خیلی قشنگی هم میتونید از پروسه ساخت ازش بگیرین. و یه سری حالا تجهیزات جانبی برای پرینترتون نیاز داره. این هم یکی از اولین پرینتری که من انجام داده بودم، خیلی کیفیتش هم میتونید ببینید، خیلی مثلا اولین بار زده بودم، ولی خب دارم خیلی پرینتری که حقیقتاً کیفیتش بد بود، ولی خب بعداً هرچی جلو رفتم حتی اینجا هم مثلا میتونید ببینید که یه قطعات مکانیکیه که میتونید درست کنید با هم دیگه حالا حرکت میکنم. حالا میتونید اگه مثلا بچه های کوچیک دارید برای خلاقیتشون این چیزها رو درست کنید. خیلی خیلی تنوع کار با پرینتر خیلی خیلی بالا، خیلی میتونه خلاقیتتون کمک کنه. و میگم کلا خیلی دستگاه خیلی جالبیه. حالا اینجا مثلا حالت چرخنده‌ای هم براش زدم. بعد این حالا محله اول یه معرفی که میشه کرد، پروژه‌ای که زدیم بهتون نشون دادم، یه معرفی کوتاه هم کردم که پرینتر معمولا از چه اجزایی تشکیل شده و این سه اطلاعات کلی در مورد پرینتر برای شروع فکر کنم براتون کافی باشه. بعد حالا میریم جلوتر، میگم طریقه ای که وایر رو باید نصب کنیم، دستگاه رو ستاپ کنیم، چجوری به حال یه دونه پروژه رو ران کنیم که با دستگاه بتونیم بزنیم. کل این پروسه رو بهتون نشون میدم که چجوری کار میکنه. لطفا کانال رو سابسکرایب کنین تا حالا ویدیوهای بعدی من بتونم بیشتر اطلاعات بدم. حتما کامنت بذارین، سوال چیزی دارین به من بگین که من بهتون حتما پاسخ میدم و راهنماییتون میکنم. و بریم جلوتر، سعی میکنم اطلاعات بیشتر حتی تجهیزات جانبی که نیاز داره برای کار و پرینتر تهیه کنید همه رو بهتون میگم.
ما با خودتون باشین، خدافظ.